Want to speak real Persian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PersianPod101.com. سلام به همگی. من آنیتا هستم. موضوع درس امروز ما مراسم ازدواج می باشد. در ایران به دلیل اهمیت فراوان و سابقه طولانی مراسم ازدواج، این مراسم طی مراحل مختلف برگزار می شود. در این درس مراحل پیش از جشن عروسی را فرا می گیرید که عبارتند از خواستگاری، نامزدی، بله‌بران، حنابندان و جهازبران. هر کدام از اینها شیوه ها و آداب خاص جالب و متنوع خود را دارند که در اینجا توضیح داده می شوند. در رسوم عروسی ایرانی مهریه چیست و به چه منظور می باشد؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. تصمیم گیری برای ازدواج و عروسی در ایران از مرحله خواستگاری آغاز می شود. خواستگاری در واقع بیان پیشنهاد ازدواج به صورت رسمی می باشد. این مراسم به صورت سنتی عبارت است از اینکه در یک تاریخ معین داماد به همراه خانواده خود به دیدن عروس احتمالی آیندهش و خانواده او می روند و برایشان گل و شیرنی نیز هدیه می برند. در طول این دیدار که شبیه یک مهمانی است، معمولاً عروس از مهمانان با چای پذیرایی می کند. در این میان عروس و داماد و خانواده هایشان برای آشنایی بیشتر با هم صحبت می کنند و سوالاتشان را از یکدیگر می پرسند. با این سوالات از نظر همدیگر در مورد مسائل مختلف زندگی مطلع می شوند. پس از مرحله خواستگاری، اگر دختر و پسر و خانواده ها از همدیگر خوششان بیاید و همگی موافق باشند، دوران نامزدی آغاز می شود. در این دوران پسر و دختر می توانند با هم رفت آمد کنند و با اخلاق و رفتار و علاقه یکدیگر بیشتر آشنا شوند. در این ضمن هدایایی نیز میان دو خانواده برای ابراز علاقه و رضایت طرفین رد و بدل می شوند. در طول دوران نامزدی جلسه نیز به نام بله بران برگزار می شود که در لغت به معنی گرفتن جواب بله از عروس می باشد. البته منظور اصلی از برگزاری این جلسه تعیین و توافق برای هزینه هایی است که باید برای عروسی و اکثراً توسط خانواده داماد پرداخته شوند. پس از گذراندن مرحله اولیه قبل از جشن عروسی، خانواده عروس معمولاً به تهیه جهاز یا جهیزیه می پردازند. جهیزیه عبارت است از اسباب و وسایلی که برای زندگی مشترک لازم می شوند، مانند مبلمان، تخت خواب، لوازم آشپزخانه و غیره، که عروس همراه خود به خانه شوهر می برد. هنگامی که این اساس تهیه و جمع‌آوری شد، معمولاً در طول مراسمی به اسم جهازبران به خانه داماد برده می شود. به آخرین مرحله از مراسم قبل از عروسی که هنوز توسط بعضی مردم انجام می شود، حنابندان می گویند. در این مراسم که جشن خداحافظی از عروس در شب قبل از عروسی است، زنان دستای خود را با ماده‌ای به نام حنا تزیین می کنند. در گذشته، معمولاً تا قبل از خواستگاری، دختر و پسر همدیگر را حتی یک بار هم ملاقات نمی کردند. خانواده ها تنها از طریق معرفی آشنایان به خواستگاری می رفتند. البته امروزه این رسوم نیز تغییر کردند، و حتی برخلاف گذشته خواستگاری دختر از پسر نیز امکان پذیر است. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. در رسوم عروسی ایرانی مهریه چیست و به چه منظور می باشد؟ مهریه مبلغی است که داماد باید به عروس به عنوان رسم و هدیه ازدواج بپردازد. مبلغ مهریه در اکثر مواقع به صورت سکه های طلا تعیین می شود. تعداد سکه ها می تواند بر اساس سال تولد عروس باشد، ولی میانگین آن معمولاً حدود 300 سکه طلا می باشد.
این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ مراسم پیش از عروسی در نزد شما چگونه برگزار می شوند؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی.